سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. امروز شما رو با 10 عادت صبحگاهی هر روزه افراد باهوش آشنا میکنیم. پس بیایید شروع کنیم. اولین مورد رهایی از حواس پرتی است. آیا صبحا تلویزیون تماشا میکنید یا تو شبکه‌های اجتماعی میگردید؟ حواس پرتی موقع خوردن صبحانه ممکنه بخش جدایی ناپذیر برنامه صبحگاهیتون باشه. ممکنه فکر کنید چند ثانیه پای تلفن نشستن که ضرر نداره، اما باهوشترین مردم جهان با شما هم عقیده نیستن. افراد باهوش حین خوردن اصلا نمیذارن حواسشون پرت بشه. ممکنه تلویزیون دیدن در صبح جذاب به نظر برسه، اما زیانش بیشتر از سودشه. ذهنتون رو درگیر میکنه و تمرکزتون رو از بین میبره و خلاقیتتون رو نابود میکنه. چون وقتی حواستون رو پرت میکنید، صبحتون رو با تنبلی شروع میکنید و جلوی جرقه های خلاقیت رو میگیرید و فکر مولدتون در جریان نمیمونه. اگر روز رو با یک عادت بد شروع کنید، از همون اول باعث ایجاد افکار منفی میشید. در عوض افراد باهوش، صبح ذهنشون رو باز میکنن و برای وعده صبحانه وقت میذارن تا از غذا لذت ببرن و به تجربیات روز قبلشون فکر کنن. اهدافی برای روز پیش رو تعیین کنن و از این لحظات آروم برای افزایش تمرکزشون استفاده میکنن. افراد باهوش به جای چرت زدن، صبحا فعالن. شماره 2 واکاویه. افراد باهوش به دنیا نیومدن، بلکه اون رو به تدریج ساختن. باید در زندگیتون در پی کسب علم و دانش باشید و برای پرورش کنجکاوی بیباکانه و تقویت مغزتون با جریانات دائمی الهام بخش باید پیوسته و با اشتیاق یاد بگیرید. اما چطوری همه این کارها رو به صورت روزانه انجام بدید؟ پاسخ خیلی ساده است. افراد باهوش هر روز صبح 1 ساعت رو به واکاوی موضوعی جدید اختصاص میدن و در طول این مدت به پادکست گوش میدن و خلاقیت در اونها جرقه میزنه. به اخبار گوش میکنن یا در موضوعاتی غرق میشن که براشون جذابیت داره و ممکنه در مورد موضوعاتی جدید حتی تحقیق کنن. شاید بترسید و براتون دور از دسترس به نظر برسه، اما افراد باهوش همه چیز رو یک شبه یاد نمیگیرن. هر روز واکاوی میکنن و دانششون رو افزایش میدن. شما میتونید مثل اونا عمل کنید. حالا میرسیم به شماره 3، یعنی خالصترین اولویت ها. آیا فهرست بلند بالایی از چیزایی دارید که میخواید انجام بدید؟ فهرستی چند صفحه‌ای و تموم نشدنی از کاراتون دارید؟ خیلیامون کلی عادت، ایده و هدف داریم. ذهنمون به هم ریخته و رویاهامون پراکنده است. می‌خوایم به همه چیز برسیم. اما وقتی تلاش می‌کنیم همه چیز رو همزمان به دست بیاریم، به هیچی نمی‌رسیم. مهم نیست چقدر باهوش باشی، نمی‌تونی 10 رویا رو به یک بار انجام بدی. انرژیتون تحلیل میره و عملکردتون رو تحت شعاع قرار میده. افراد باهوش روی کردی خالص نسبت به اهدافشون دارن. به عبارت دیگه کارهاشون رو کاهش میدن. به جای آرزوی همه چیز، افراد باهوش از بینشون انتخاب میکنن. 2 یا 3 هدف رو فهرست میکنن و بعد تمام وقتشون رو صرف اون چند هدف میکنن. اما چطور میتونید ذهنیتی خالص رو در برنامه‌تون بگنجونید؟ در شروع هر صبح یک خودکار و یه تیکه کاغذ بردارید. روی اون تیکه کاغذ 2 چیز رو بنویسید که امروز حتما انجام میدید و نه چیزایی که میخواید انجام بدید. حالا این 2 تا کار اولویتتونه و حتی اگر آسمون به زمین بیاد باید به هدفتون برسید. حالا که اولویت هاتون رو کم کردید، این 2 تا اولویت رو حتما انجام میدید و مسیرتون رو مشخص کردید و میدونید زمان و انرژیتون رو صرف چه کارهایی کنید. این مسئله بهتون اعتماد به نفس میده. وقتتون رو با لیستای طولانی از کارها تلف نکنید. مثلا فردا باهوش فکر کنید و اولویت بندی کنید. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. حالا میرسیم به شماره 4، یعنی خودتون رو اصلاح کنید و رویاهاتون رو بنویسید. هر چند وقت یک بار رویاهاتون رو به خاطر بیارید. اکثر مردم رویاهاشون رو در عرض چند ثانیه فراموش میکنن، اما میتونید از رویاهاتون چیزای زیادی در مورد احساساتتون یاد بگیرید.
اونا شما رو مجبور میکنن تا عمیق‌تر به گذشتتون فکر کنید. خلاقیتتون رو با ترکیب‌ها و ارتباطات جدید گسترش میدن، چون رویاها ارزش بسیار زیادی دارن. افراد باهوش بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب رویاهاشون رو در دفتر خاطراتشون می‌نویسن. در ابتدا ممکنه چیز زیادی از رویاهاتون یادتون نیاد. ممکنه فقط چند تا جزئیات پراکنده رو یادتون بیاد، اما با تمرین یادآوری رویاهاتون آسان‌تر میشه. نوشته‌های دفترچه خاطراتتون جزئی‌تر میشه و نیم نگاهی به ناخودآگاهتون میتونید داشته باشید. شماره 5، ذهنتون رو جاری کنید. این کار نیاز به انجام یک فعالیت یا یک عادت سالم نداره. یک کار ذهنیه که مغزتون رو در طول روز به صورت فوق هوشمند تحریک میکنه. افراد باهوش با مغزشون برنامه هایی رو طراحی میکنن که تا جای ممکن کارآمد و سازنده باشه. پس از صبحشون برای خلق چیزی به نام جریان استفاده میکنن که بسیار شبیه شتاب رو به جلوه. با گذشت زمان به تدریج ساخته میشه، اما این دو مفهوم فرق زیادی دارن. جریان مغزتون رو سازماندهی میکنه و با کاهش استفاده از بخشای بلا استفاده مغز باعث افزایش کارایی میشه. زمانی که جریانتون رو پیدا میکنید، استراب و ترس رو کنار میذارید. مناطقی رو در مراکز مغز میبندید که میل به حواس پرتی دارن و تصمیمات تکانشی میگیرن. در عوض سازنده ترین و منطقی ترین بخشای مغزتون رو فعال میکنید. وقتی جریانتون رو پیدا کنید، متوجه افزایش قابل توجه تمرکز و عملکردتون میشید. افراد باهوش درست پس از بیدار شدن جریانشون رو ایجاد میکنن و مغزشون رو با روالی ثابت آموزش میدن که هر روز جریانشون رو ایجاد میکنه. در ابتدا ممکنه برای یافتن جریانتون تلاش کنید، اما یه روز این کار براتون راحت میشه. حالا میرسیم به شماره 6، یعنی ذهنتون رو تغذیه کنید. طبق مطالعه‌ای در سال 2008، افراد باهوش از ترکیبات چای مغذی برای بهبود حافظه و تمرکز استفاده می‌کنند. در مجله روانشناسی بیولوژیکی، چای سبز چند فایده برای اعصاب داره. خستگی ذهنی رو کاهش میده، عملکرد شناختی رو افزایش میده و حتی زمان واکنشتون رو سرعت می‌بخشه. افراد باهوش از این فواید قدرتمند استفاده میکنن و به همین دلیله که مصرف چای رو به روال روزانشون اضافه کردن. با انرژی دادن به مغزتون، هر روز رو با احساس سرزندگی و آمادگی برای فعالیت شروع میکنید. ورزش و تغذیه سالم هم یک راه عالی برای اطمینان داشتن از احساس خوب در طول روزه. حتما ورزش و عادات غذایی سالم رو در سبک زندگیتون بگنجونید تا مطمئن بشید که ذهن و بدنتون برای چالش‌های روزانه پیش رو آماده است. شماره 7، درباره خودتون بنویسید. ژورنال نویسی یک عادته که خیلی روش مطالعه شده و چندین کاربرد داره. جایی که توش میتونید افکارتون رو ضبط و ذخیره کنید. یه مکان برای ریختن تمام ایده های توی سرتونه که برای یک فرد باهوش بسیار ارزشمنده. افراد باهوش ژورنالشون رو به مجموعی از ایده ها، احساسات و دیدگاه های مهم تبدیل می کنن. یه دارایی با ارزشه که از اون برای گذروندن روز و یادگیری بیشتر در مورد خودشون استفاده می کنن. پس 15 دقیقه رو به نوشتن افکارتون اختصاص بدید. مجبور نیستید چیز خاصی بگید و مجبور نیستید ژورنالتون رو با کسی به اشتراک بگذارید، حتی اگر چیز خاصی توش ندارید. نوشتن یک ژورنال میتونه بهتون کمک کنه که به افکارتون پروبال بدید و روزتون رو با صدای بلند شروع کنید. میرسیم به شماره 8، یعنی مهارت نخبگان. افراد باهوش نمیخوان توی کاری که میتونن عالی باشن به خوب کفایت کنن. میخواید شگفت‌انگیز باشید و این موضوع نیاز به گذشت زمان چشمگیری داره و حدود 10 سال طول میکشه تا به هر مهارت یا موضوعی تسلط پیدا کنید. اما حتی بعد از 10 سال هم همه چیز رو نمیدونید. با بهترین ها رقابت میکنید، اما همیشه یاد میگیرید که مهارت افراد باهوش حد اقله. چرا افراد باهوش هر روز به دنبال مهارتن و هرگز اجازه نمیدن چیزی سد راهشون بشه؟ زمان صرف میکنن و تلاش میکنن. اینجوریه که در کارشون به اوج میرسن. به این ترتیب، کسب مهارت رو در برنامه روزانه‌تون بگنجونید تا زمانی که یک روز بهترین بشید. شماره 9،
هر روز رو مفید پشت سر میذارن. چگونه افراد باهوش سازمان یافته و منظمن؟ هر فرد باهوشی سازمان یافته نیست. برخی از ذهنهای خلاق توی محیطای نامرتب شکوفا میشن. اما تفاوت زیادی بین به هم ریختگی خلاقانه و یه آشفتگی فاجعه بار بزرگ وجود داره. پس چجوری افراد باهوش میتونن آشفتگی هاشون رو کنترل کنن؟ با استفاده از یه تکنیک که 3 مورد روزانه نامیده میشه. هر روز جدا از هر اتفاقی که ممکنه بیفته 3 وسیله رو سر جای صحیحش بذارید. هدفتون تمیز کردن کل خونه نیست. احتمالاً تفاوتی رو هم حس نمی کنید، اما آروم آروم درهم و برهمی رو کاهش می دید و محیطی با استرس کمتر ایجاد می کنید. اگر هر روز از این تکنیک استفاده کنید، آشفتگی هاتون هرگز از کنترل خارج نمی شه. این ترفند فقط یک عادت تمیز کردن نیست، بلکه یکی دیگه از عادتهای سبک زندگی همیشگی افراد باهوشه که به اون روز انباشت می گن. به عبارت دیگه، چند تا کار کوچیک قابل انجام تر از چند تا کار بزرگه. سعی نکنید همه چیز رو توی یک جلسه انجام بدید. به هم ریختگی رو نذارید که توی یه روز جمع کنید. روز نظافت فقط چند تا کار اصلی رو انجام بدین و خودتون رو از کوهی از استرس نجات بدید. حالا میرسیم به شماره 10 و مورد آخر، یعنی قانون 1%. بیشتر افراد باهوش از قانون 1% مثل روز انباشت استفاده می کنن. این قانون روش کارآمدی برای یادگیری با استفاده از قدم‌های مکرر کوچیکه. می خواید یه موضوع جدید رو یاد بگیرید؟ می تونید سعی کنید همه چیز رو در مورد اون موضوع در یک روز یاد بگیرید. اما به جای افزایش علمتون بعد 24 ساعت خودتون رو خسته می کنید. اونقدر خسته که علاقتون رو به طور کامل از دست می دید. خیلی هم شایعه. پس اصلاً توی دام این کار نیفتید و سعی نکنید دانشتون رو یه روزه به 100 برسونید. در عوض سعی کنید هر روز تنها 1% پیشرفت کنید و هر روز یه ذره بهتر بشید. بعد هر پیشرفت یه ذره بیشتر یاد بگیرید یا خودتون مستقلاً یه کوچولو جلوتر برید. شاید به چشمتون نیاد، اما کم کم در حال رشد و پیشرفتید. اگر دوستانی دارید که میخوان این عادات صبحگاهی افراد باهوش رو در خودشون نهادینه کنن، پس حتما این برنامه رو با اونا به اشتراک بگذارید. حالا یه سوال، بهترین عادت صبحگاهی شما چیه؟ برای آشنایی با اینکه چگونه فردی با نفوذ باشید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه فوق‌العاده رو ببینید. یادت باشه، تنها فردی که سرنوشت از شما میسازه، همونیه که خودتون تصمیم میگیرید باشید. پیروز و سلامت و سربلند باشید.